مراسم ازدواج عباس جمشیدی‌فر با حضور پرتعداد بازیگران مشهور از جمله رضا عطاران و مجید یاسر و خیلی های دیگه. با ما تو این ویدیو همراه باشید، تصاویرش رو میبینیم و حواشی ازدواج دوم عباس جمشیدی‌فر هم مرور می‌کنیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالا احوالتون خوب. خب شب گذشته مراسم عروسی عباس جمشیدی‌فر با همسرش با حضور پرتعداد بازیگران در یه عمارت مجلل برگزار شد. جالب بدونید که این ازدواج دومین ازدواج عباس جمشیدی‌فر هستش و ایشون سالها پیش با خانم فریبا امینیان از بازیگران تئاتر ازدواج کرد که بعد از چند سال بدون داشتن هیچ فرزندی در نهایت زندگیشون به طلاق ختم شد. عباس جمشیدی‌فر در سال 1401 مجدداً ازدواج کردند و در تاریخ 16 بهمن 1401 با انتشار عکسی از حلقه مشترک خود و همسرشون خبر ازدواج مجددشون رو رسانه‌ای کردند. اون توی پستی که برای انتشار این خبر منتشر کرده بود نوشت: مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی، که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم. عشق. اما عباس جمشیدی‌فر با این که خبر ازدواج دوم خودش رو رسانه کرده بود ولی هیچ تصویری از همسرش منتشر نکرد، تا اینکه در نوروز 1402 یوسف تیموری عکس سه نفره ای رو از خودش با عباس جمشیدی‌فر و همسرش منتشر کرد و نوشت در پشت صحنه اکران فیلم TNT. الانم که بعد از حدوداً یک سال و نیم این زوج خوشبخت مراسم ازدواجشون رو در یه عمارت مجلل با حضور پرتعداد بازیگران برگزار کرد. از مهمانای ویژه این مراسم میتونیم به رضا عطاران اشاره داشته باشیم. اما عباس جمشیدی‌فر متولد 17 شهریور ماه سال 1359 در تهران هستن. ایشون فارغ التحصیل لیسانس رشته تئاترن و فعالیت خودشون رو از کلاس‌های تئاتر شروع کردن. بعد کم کم از تئاتر وارد تلویزیون شدن و در کنار بازیگری دستی هم بر آتش در موسیقی دارن و یه نوازنده سنتور حرفه‌ای هستن. خود عباس جمشیدی‌فر در مورد علاقش به بازیگری میگه که فعالیتش رو از 15 سالگی با بازیگری در تئاتر شروع کرد و بعدم به واسطه علاقهش به آموزشگاه استاد سمندریان رفت و در نهایت با تئاتر در سال 1377 وقتی که 17 ساله بود به صورت جدی و حرفه‌ای وارد دنیای بازیگری شد. اون بعد از 7 سال کار تئاتر کردن در سال 86 با سریال روزگار خوش حبیب آقا به کارگردانی مهدی مظلومی و نویسندگی سعید آقاخانی وارد قاب تلویزیون شد. ایشون در نوروز 1387 در مجموعه پیامک از دیار باقی سیروس مقدم هم نقش کوتاهی رو بازی کرد. اما شهرت عباس جمشیدی‌فر بیشتر با مجموعه های باغ شیشه‌ای و سدونگ سدونگ بودش. با اینکه ایشون در روزگار خوش حبیب آقا هم درخشش خوبی رو داشت و به علی به واسطه نقش کوتاهی که داشت کمتر دیده شد، ولی در مجموعه سدونگ سدونگ یکی از نقش‌های اصلی رو ایفا می‌کرد. عباس جمشیدی‌فر تا به الان 10 فیلم سینمایی بازی کرده که اولین اون در سال 86 فیلم دیوار بود که در کنار گلشیفته فرانی حضور کوتاهی رو داشت. عباس جمشیدی‌فر بزرگترین نقص و مشکل خودش رو سری خشمگین شدنش می‌دونه و در این باره میگه که هر کسی نواقصی داره، منم بعضی اوقات حسابی خشمگین میشم. البته چند سالی هستش که روی این قضیه دارم کار میکنم تا بی جهت از کوره در نرم و عصبانی نشم، ولی اگه عصبانی بشم متاسفانه کنترل خودم رو از دست میدم و دیگه کسی نمیتونه جلوم رو بگیره. عباس جمشیدی‌فر همونطور که گفتم کار خودش رو از تئاتر شروع کرد. تو همون دوران تئاتر با خانم فریبا امینیان آشنا شد و در نهایت هم با هم ازدواج کرد، ولی متاسفانه این زندگی مشترک دوامی نداشت و در نهایت بدون اینکه بچه دار شده باشن از همدیگه طلاق گرفتن و جدا شدن. چند سال بعد از طلاقش از خانم امینیان ایشون برای بار دوم ازدواج کرد و ازدواجشون هم همونطور که توضیح دادم در سال 1401 رسانه‌ای شد و همین شب گذشته مراسم عروسیشون رو گرفتن.
عباس جمشیدی فر با اینکه هیچ پارتی نداشت و برعکس خیلی از بازیگرا توی خانواده هنری بزرگ نشد، ولی خب پله‌های ترقی رو دونه دونه طی کرد و بعد از چند سال الان یکی از کمدین‌های اصلی سینمای ایران شده. جالب بدونید که عباس جمشیدی فر با اینکه نقش‌های جدی زیادی رو هم بازی کرده، ولی خب بیشتری اون رو با نقش‌های کمدیش میشناسن. خودش در این باره میگه که فکر میکنم الان هر چیزی که از کمدی دارم به گذشته و به پدرم برمیگرده. ایشون همیشه برای موضوعات مختلف ریاکشن های عجیب و بامزه داشت. در کل فامیل به عنوان یه شخصیت کول و باحال و جذاب و بگو بخن معروف بود. من خیلی از تیپ هایی که توی نقشام اجرا میکنم رو از پدرم الگو برداری کردم. ولی خب با این حال مثل اینکه خانوادش خیلی با بازیگر شدنش موافق نبودن و بیشتر علاقه داشتن که اون موسیقی رو دنبال بکنه. در این باره خودش میگه که اول راهنمایی بودم، بابام رفت و برام یه سنتور خرید و از همون سالها شروع کردم به یادگیری و نواختن سنتور. بابام بود که یادم داد از کودکی موسیقی سنتی ایرانی گوش بدم. شاید اگر یک بار دیگه متولد بشم دوست دارم که رهبر ارکستر یا یه موزیسین حرفه‌ای بشم تا اینکه یه بازیگر بخوام باشم. عباس جمشیدی در مورد یکی از بهترین لحظه‌های زندگیش و بزرگترین افتخاری که توی زندگیش به دست آورده میگه: من در سال 79 در جشنواره تئاتر فجر مقام اول بازیگری رو گرفتم که هیچ وقت اون روز رو فراموش نمی‌کنم و اون لحظه یکی از ماندگارترین لحظات زندگیم بود. عباس جمشیدی فر علاوه بر بازیگری کار نویسندگی هم انجام داده. در این باره میگه: نوشتن رو خیلی دوست دارم. یکی دو تا فیلمنامه هم نوشتم. بالاخره هر آدمی در یه برهه‌ای از زمان یه سری دغدغه‌ها داره که ما به زبان عامیانه اسمش رو چاله چوله میگذاریم. این چاله‌ها باید پر بشه تا آدم به آرامش نسبی برسه. الان دارم تلاش میکنم برای نوشتن چون خیلی دوست دارم. کمی از دوستان نویسنده یاد گرفتم و شاید چند فیلمنامه خوب رو آماده بکنم و بتونم اونها رو به مرحله اجرا برسونم. جالب بدونید که عباس جمشیدی فر سابقه فعالیت توی رادیو هم داره. اون در سال 91-92 از طریق همکار قدیمیش میثم عبدی وارد رادیو شد و حدوداً 2 سال به عنوان گوینده در رادیو مشغول به فعالیت بود. عباس جمشیدی به شدت از فضای مجازی دلخور و بدش میاد و میگه که این فضا رو اصلاً دوست ندارم. اصلا هم نمیدونم که این چه رسمیه که میگن بازیگر حتما باید صفحه داشته باشه. منم مجبور هستم که یه صفحه اینستایی برای خودم بسازم و توی اونجا باشم. ولی خب اصلا این فضا رو دوست ندارم و اگه به من باشه دوست دارم همه چیز رو حذف بکنم. توی سالهای اخیر به واسطه یه سریال زخم کاری خیلی عباس جمشیدی فر رو در نقشای جدی هم دیدن، ولی جالب بدونید که شروع فعالیت عباس جمشیدی فر در تئاتر با کارهای جدی بود و توی تئاتر اصلا کار کمدی اجرا نمی‌کرد و سابقه نقشای جدیش خیلی قدیمی تر از نقشای کمدیش هست. برای عباس جمشیدی فر و همسرشون امیدواریم که روزگار خوشی رو در کنار همدیگه داشته باشن. ممنون از همراهیتون با این ویدیو. همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.